Sungil Gukki, Han Hae Jinle, Kim Sun Soo, Jung Gwan Gyul, Oh Yoon Soo, Ho Jun Ho, Kim Byung Gi, Lee Ji Yoon, Hyun Mi Ri, Jin Hae Kyun. قسمت دوازدهم. وقتی که برای دیدنت به زوانتا اومدم خیلی دوست داشتم بهت بگم داری پدر میشی، در حالی که تو رو به تیر چوبی بسته بودن و چشماتو در آورده بودن. تو در حال مرگ بودی، منم چاره‌ای به جز ترک اونجا نداشتم، چون فرزنده در شکمم در حال رشد بود. بعد از اینکه فرزندت به دنیا اومد فهمیدم که به فرمان امپراتور هیبورو به دام سربازان هان افتادی. بعد وارد خانواده سلطنتی شدم چون میخواستم پسرم انتقام تو رو ازشون بگیره. اسم فرزندمونو جومون گذاشتم تا وقتی بزرگ شد اونم مثل پدرش یه کماندار افسانه‌ای بشه. جومون، واقعا جومون، فرزند من اینو حس کرده بودم. مگه تو جومونگو میشناسی؟ جایی که جومونگ به اون جا پناه آورد، همون زندانیه که من توش بودم. منو ببخش، هرگز فکر نمی کردم این امکان وجود داره که تو زنده باشی. خواهش میکنم منو ببخش. تو مایه افتخار منی. من باید جومونگو ببینم، میخوام درباره تو باش حرف بزنم، میخوام بهش بگم که پدرش چه مردی بوده و چه کارایی کرده، میخوام همه چیزو در مورد پدرش بهش بگم. نه بانوی من، پدر جومونگ همیشه
گوموا بوده و خواهد بود. ولی این حق توه. من در تمام عمرم کاری برای جوم و گنجام ندادم. جرأت نمی کنم خودم و پدر اون خطاب کنم. من و جومونگ بقیه عمرمونو در کنار تو خواهیم گذرون. نه بالوی من، آرزو بود که دوباره تو رو ببینم. حالا دیگه هیچ آرزویی ندارم. اگه مردم بفهمن، بفهمن جنرال موسو هنوز زنده است، بویو دوچار مشکل میشه. برای تو و جونگم نگرانم و برای گموا که این همه سال از تو مراقبت کرد. سرورم، بانویوها تشریف آوردن. خب، بگو بیان داخل. لطفاً، بشینین. پس، برای چی ایستادین؟ نمیخواییم بشینین؟ چیکار میکنین؟ قربان، چطور میتونم بابت سالهایی که از ما مراقبت کردین از شما سپاسگزاری کنم؟ میدونم که این دینو نهایتاً باید به گور ببرم، ولی میخوام از شما برای آخرین بار تقاضای بخشش کنم. من امروز با ژنرال هموسو ملاقات کردم. چی؟ اون الان کجاست؟ هموسو الان کجاست خانوم؟ اون نمیتونه با شما ملاقات کنه چون ممکنه باعث شورش بشه. اگه امپراتور به من اجازه بدن، مایلم بقیه ی عمرمو با پسرم کنار اون بگذرونم. امپراتور، خواهش میکنم بذارین برم. خود منم دنبال هموسو میگشتم، ولی میخواستم بعد از این که پیداش کردم اینو بهتون بگم. میخواستم با این خبر خوشحالتون کنم.
من تو این مدت مدام با دل شکستگی و عذاب وجدان زندگی کردم و روزگار خوشی نداشتم، اما همه اینا در مقایسه با اون چه که هموسو کشیده هیچی نیست. تنها چیزی که باعث خوشحالی من اینه که 20 سال از شما و پسرتون مراقبت کردم. برادر هموسو رو بیارین پیش من، اینطوری مطمئن میشم که شما بقیه عمرتونو در آرامش میگذرونید. قربان. خواهش میکنم گریه نکنی. من دیگه نمیتونم بیشتر از این از محبت های شما بهره ببرم. خواهش میکنم اجازه بدین برم. من مطمئنم هموسو هم همینو میخواد. این اجازه رو نمیدم، چون اگه هموسو رو ببینم عقیدش رو عوض میکنه. صاب کن. همین نقطه است. یکم به طرف چپ، یکم هم دستتون رو بیاریم پایین. در میدان جنگ وقتی که صدها مرد می جنگن انقدر آهسته نمیتونی تیراندازی کنی. اگه اینطوری تیراندازی کنی خودتو به کشتن میدی. حتی فرصت پیدا نمی کنی که تیر دومو رها کنی. توانایی در شلیک سریعه که یک کماندار ماهر رو می سازه. میشه چند تا تیر بهم بدی؟ بله استاد. چنتاش به هدف خورد؟ فقط ستاش. کارت بمباری مبتدی خوب بود. وقتی کمان مثل بخشی از بدنت بشه تمام تیرات به هدف میخوره. استعداد اولیت در تیر اندازی بهتر از اولی بار خود منه. فکر کنم این استعداد از پدرم به ارث بردم. مادرم میگفت اسممو جمون گذاشته چون پدرم
یه تیرانداز افسانه‌ایه. بله. در گذشته قسم خوردم هدف والا رو درک کنم، اما موفق نشدم به قولی که به همسرم دادم عمل کنم. تو نباید مثل من شکست بخوری. وقتی نتونی از زنت که کنارت محافظت کنی، چطور میتونی از میلیون ها نفر محافظت کنی؟ حتما مادر تو زنی زیبا و باهوش و فراسته. باید همیشه ازش مراقبت کنی. چشم استاد. مادر تنان حتما به شدت نگران توه. برو دیدنشو آرومش کن. مطمئنم بهت اجازه میدن مدت کوتاهی وارد قصر بشی. بله. قبل از اینکه از پیشتون برم شامتون رو آماده میکنم. نه زحمت نکش. هرچه زودتر بری بهتره. دستپخت مادرتم برام بیار. باشه. خب دیگه من رفتم. جمعه. بله استاد. نگران این نباش که زود برگردی. هر چقدر لازمه اونجا بمون. خب دیگه برو. چشم. استاد براتون گوشت و مقداری برنج میارم. منتظر باشین تا برگردم. خداحافظ پسرم.